حیات بود، دنیا را پدرود گفت. دنیا به این نشید، دنیا به این نگفت. مادری که 80 سال فرزند تربیه کرد، خدمت کرد، محنت کرد، امروز مرگ او را بود. مرگ بود. 80 سال دنیا، ببین که آخرش که دنیا به این بفاقی نکرد. ای همین فهمیده می شود که این دنیا برای هیچ کس وفاقی نداشته است. و همون خاطر مولوی میگه که اندیشه زی مرگ مصطفی باید بکرد، شادی و طرب جمله رها باید بکرد. او با شرف و عزت خود باقی نماند، ما را طمع خام چرا باید بکرد؟ اکه همون تر رسولی که خداوند او را سفیر خودش به دنیا فرستاد تا که مردم از بیسوادی و جهالت و گمراهی و بدبختی برهونه، دنیا به همو تضاد نشید. 63 سال حیاتش داد. بعد 63 سال حیات وقتی گو که اکملت لکم دینکم، خداوند مرگ به سوی او فرستاد. 63 سال حیات که او وظیفه دار بود. امروز ما یگان وظیفه نداریم. 70-80-90 میریم در بیشتر بیماری به زحمتیم، فرزندامو به جایمون نمیدونن، خدمتمون نمینن، مردن نمیخواهیم، نمیخواهیم که بمریم. متاسفانه امروز مادری که 80 سال حیات دید از قید حیات رفت، این مادر برای فرزندها جنت بود، یک جنت. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گوهرباری خود میفرمایند که خوشا به حال کسی که دو جنت داره و خوش به حال کسی که یک جنت داره. صحابه ها عرض کردن ای رسول خدا، اون جنت ها کدما هستند؟ گفت کسایی که پدر و مادر دارن دو جنت دارن، کسایی که مادر یا پدر دارن اونها یک جنت دارن. و همین خاطر تا امروز این مادر اگر چند عاجز بود، کسلی بود، در بستر بیماری بود، برای فرزندها جنت بود که می اومدن پاهاش می جقیدن، کفکای پاش بوسه می کردن، خدمتش می کردن، همون روکای جینجکش می دیدن. ایتا اگر به زبانم شرم میکردن ایروی خانماشو که ایستخانه بگن، با قلبشو اظهار ندامت میکردن که همین جوانی را مادری من به خاطر من بابا داده است، جنت برای او واجب میشه. ببین این قدر فضیلت داره در نزد خداوند پدر و مادر. خطاب من زیادتر برای جوانا های که امروز بسیاری جوانای هستند که پدر و مادر میرنجانند، که پروردگار عالم میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و بالوالدین احسانا. ای ذاتانی که ایمان به خدا و روز قیامت داره، پس از اطاعت خدا اطاعت رسول بکنه، و پس از اطاعت رسول برای پدر و مادرت نیکی بکنه. در این دنیا بکنه، وقتی که در قید حیاتن پدر و مادرت رو نیکی بکنه. ای جوانا، وقتی که در مسجد خفتن میخوانی، پس ای خفتن اول پیش خانم نو پیش مادرت برا، اول پیش خانم نو پیش پدرت برا. پاکاشا بجقی که قطیش صحبتای نرم که ای مادر جان، ای پدر جان، چی احتیاج داری، چی خدمت کنم. والله قسم به خدا تعالی میگیری، انا همون خداوند در گفتگیش که برای پدر و مادرت رو نیکی بکنی، انا همی ای. امروز یک فرزند رو میبینی ای رسیه میاید و گردنش زنجیری خر دختگی، دو سنپل پدرش هم میتیه، چی سخنای قبیح دشنام برای او پدرش برای دو سن میتیه. حال تباه های ای فرزنده که پدر و مادر رو به جای نمیدونی، که پروردگار میگه رضا الله رضا الوالدین، کسی بخواهد که من رضا کنه پدر و مادرش رضا. اگر پدر و مادر از او فرزند ناراضی باشند، والله قسم به خدا های ای گفته ای ای زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای شما بیان میکنم که او فرزند آقای، برای او جنت حرام های. شب روز طاعت و عبادت و بندگی و خیر سخاوت بکنه، رسول الله میگه که اون در مشامش بوی جنت نمیرسه، که ای فاصله چی قدر دور، بوی جنت در مشامی همه میرسه مگر در اون نمیرسه. به همین خاطر بازم میگم که کسایی که دارای پدر و مادرن، پدر و مادر خدمت کنن، که اون پدر و مادر برای فرزند جنت هست.
شیخ بود، هر روز بعد از خفتن می آمد به عیادت مادرش. مادرش دستکاش می جقید، پاهکاش می جقید، کفکای پاش بوسه می کرد. مادرش گفت ای فرزند، وقتی که این حالتت برای من انجام می دی من می شرمم. گفت ای مادر، وقتی که من خوشحال بودم تارت می شکستم، به نماز می کردم خدمت، تو به صدقه و بنده من تازه می کردی و من بوسه می دادی در رستوران هم. امروز نوبتی من رسید است که من او خدمت های را بگردونم. متاسفانه امروز جوان ها به قدری پدر و مادر نمی رسند. یک شب ای خفتن بچی مجلس مشغول شد که دیتر آمد که مادرش خواب برده است. به خاطر که مادر من از خواب بیدار نکنم و وظیفه هر روزه من انجام بتم، ریشی مبارکش ملایم ملایم در کفای پاش شکید تا که بیدار بشود. و گفت ای پروردگارا، تو به این مادری من رحم کن که من به وای رسون به دنیا آورد، خدمت کرد در حق من، در حقش دعای خیر کرد و رفت خواب رفت. پگاهی وقتی که به نماز آمدن، همه شاگرداش حلقه می زدن، از یک دیگر می پرسیدن که امشب کی خواب دید. یک شاگردی بهترینش گفت که ای استاد محترم، این شب من ترا در خواب دیدم که تمام ریشت مرواری دهی، مثل مروارید می درخشد. گفت این خواب تو حقیقت دارد. امشب وقتی که من آمدم مادرم در خواب بود، دیلم نشید که او را بیدار کنم، ریشم در خاک پای مادرم شکیدم. ببین خاک پای مادر ریش شیخ چکار کرد؟ در مرجان کرد. خوشا به حال کسی که پدر و مادر خدمت کنه، انشاءالله که وقتی می رود هشت دری جنت برای او بازد. برای چی؟ مادر وقتی که فرزند به وای میرسونه، فرزند صاحبی زن و فرزند خانه بود، در ماشین و پول و مال میشوه، اون مادر در اون فرزند گردکج بیچاره حقوقی خودش نمیدونه. برای چی؟ اون فرزند جاهله، امر خدا را نمیدونه، از خدا نمیترسه، حقوق پدر و مادرش را نمیدونه. انا اون پدر و مادر در اون فرزند خاره. و الله قسم به خدا های بسیاری خانه ها میرم، کمپیرا در پیشم شکایت میکنن، ای پنج بچه، ای شش دختر، ای همین ها شکایت میکنن که اینها را به وای رسوندم، امروز در پس گهواره کلن حالم در بوی سیبه گهواره میجن بونم، گریه میکنه. و الله قسم به خدا های با من دلتیش میکنم که این را خداوند برای اون فرزندا امتحان قرار داده است. وقتی که پدر یا مادر پیر میشوه، با واسطه اون فرزندا خداوند ای اونا امتحان میگیره که همون مادر از چکل خدمت بکنن. کسی خدمت کنه خوشا به حالش، و کسی که نکنه وای بر حالش. نیکی پدر و مادر زیرک هستن. یک پدر بود که بسیار زیرک بود که همسرش در حال حیاتش از قید حیات گذشته بود، سه تا پسر داشت. دید که پسراش خوب نظارتش نمیکنن، خوب خدمتش نمیکنن، گردکتش به صاحب بود. بعد فرزند کلانش فریاد کرد گوی جبشی بچه جان، وقتی کشیش او که تو فرزند اولی من ترا بسیار دوست میدارم، که یکمین باید تو به دنیا آمدی، من به خاطر تو بسیار شاد بودم، من برای تو یک سیر میگم، به خواتیر همین جای من نباش، وقتی من میبرم همین تایپای من بکن، همینجا همه ذخیره هم در همینجا هم بگیشو. بعد قطعی همسرش مصلحت کرده برای دنیا، بعد در حق پدرش خدمت کردن یک ماه یا همین تا خدمت کردن، بعد موبنگیش فیراد کرد. گفت فرزند موبنگی کسلی تر بسیار دوست می داشتم، به خواتیر جای من نباشد، خیسکی همین که هر سشه همین خیل فهمون. کلانیش هم به همسرش خدمت کرد، موبنگیش هم خدمت کرد، اخیرونگیش هم خدمت کرد، سه فرزند برای پدر شب روز خدمت کردن. به خاطر چی؟ نه به خاطر الله، نه به خاطر پدر، مگر به خاطر دنیا خدمت کردن. وقتی که پدر مرد، تکفین و تجهیز کردن، بردن در قبرستان گذاشتن. بعد شب اول آمدن در همون جای پدرش، بعد کوپچه را همون اکای کلانی پرتاد، بعد شروع به خواندن قرآن کرد که او ککاش هم همونجا شیشتا او شب تلاوت قرآن کرد، او نرفتن. شب دیگر شیش تلاوت قرآن کرد، او نرفتن. شب سیم شیش تلاوت قرآن کرد، او نرفتن. او شما چی در داره که نمیره؟ بره خور من میستم. بگو ما هم میستیم همینجا. بگو نباشد چی سیره بگه؟ بگو همون سیره که پدرم بطرک داشت با مارم گفتگیه. بگو نباشه یک جایی میکنیم.
بعد تای پای پدرش کندن که یک کلیونکه علمی که کلون او را شکردن در درنوش لاغ در درنوش گزید خلاصه که خیلی برای